سلام، 9 دسامبر 2021، تقریبا 5 بعد از ظهر، هوای کوچولو سرده. الان تازه اومدم ماشین رو نوکی آتل حضورتون عرض کنم، یه نامه اومده بود برام، که یعنی برای خونه، که تو بیلدینگمون از 13 دسامبر نمیشه، کسی که واکسن نزدن از جیم و سونا و استخ استفاده کنن. من دمشون دارم، یعنی باید بریم کلیدامون فابا رو رجیستر کنیم تو آفیس، کارت واکسینیشن رو نشون بدیم. من که نزدم، اما خب بابا جان اینا خب باعث دعوا میشه، نزاع میشه، کلی اتفاقات ناگوار خواهد، یعنی همه تیم مثلا خود من که نایس نیستن، که خب حق دارن، کلی محدودیت براتون ایجاد میشه، محدودیت نه علمی نه منطقی نه کاربردی، دعوا میشه، غارت میشه، آشوب میشه. من نمیدونم این دانشگاهیون، جامعه شناسا، روان شناسا، اقتصاددانا، کادر درمان، اینا دانشگاه رفتن یا کارخونه گاوسازی. من حالا میگم بی احترامی نمی کنم، اما خب واقعیت اینه که اکثرا تو باغ نیستن، احمقن. حالا احمق بودن، خب البته میگم دلیل بر بد بودن اون آدم نیست، حالا این دیگه اینجور برش بکنه مشکل خودتونه، من این منظورم نیست، خب به شناخت خودتونه که اینجور در منم احمق داشتیم، نادانی داشتیم، هممون داشتیم. متاسفانه کادر درمان و این استاتیستیک ها و این آمار، دکترای آمار و اقتصاد و روان و جامعه، اینا نادان و با نادانیشون متاسفانه هممون رو دارم به یه چاه عمیق میفرستم، چاه عمیق و سیاه. اگه فکر میکنید به شما نمیرسه، کفونید. احمق احمق ترین ها میدونید کیه؟ این مخالف جمهوری اسلامی، حالا از مجاهدین خلق گرفته، طرفداران لیبرال، موافقین کار دیگه مخانه گرفته، مسیح علی نجات گرفته، مخالف هایی که دارن برای آزادی میجنگن، برای آزادی جمهوری اسلامی، ولی و انواع مختلف دارن از این حمایت رو، از این رفتارا و محدودیت و دارن جمهوری اسلامی می سازن بسیار بسیار بیشتر در خود بسیار بود. همین آمیکرون رو کنه، حالا قبلا هم ورژن هندی بود و این بود مختلف که پروازهای به هند و پاکستان رو کنسل کردن، الان پروازهای چند کشور آفریقایی و حالا فرض کنید یه ورژن دیگه میاد، چون دارم سنبول خاتون ورژن ایرانی، همین بلا سر خودتون هم میاد، سر خانواده هاتون میاد. فکر نکنید اینا برای خودتونه، سلامتی خودتونه، اینا کلی آرزه داره، از چاله برای نیافتادن در چاله، که تو چاه که نمیریم، یه مش من نمیدونم مثلا چی باید گفت. اما اگر حیوان دوست هستید، اگر طبیعت دوست هستید، اگر نمیدونم آزادی خواه هستی، اگر هر چیزی، اگر نمیفهمید دارید به کدوم سمت میریم، دل ما اینا حتی شروع کردن رو حیوانا واکسن زدن تو باغ وحش، 17 میلیون راسو رو تو دانمارک پارسال کشتن. بعد یا اون چه بود اسمش، گرتا برگ بود، چه بود دختر بند خدا رو ابزاری ازش استفاده میکنن دمده پلاستیک و طبیعت، اما الان این همه چیزای طبیعت موزه و خیلی چیزای دیگه رخ میده سکوت کرده. این نشونه های خیلی خوب نیست اصلا. اون حرف حیوان شد، این یارو داشت با سگش دعوا میکرد، داشت بلند سرش داد میشد. خلاص اگر آن اگر از چه میدونم در مورد مثلا هولوکاست ناراحت شدیم، در مورد کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر فرانکل خوندید، باش همدلی و همدردی کردید، بدونید که الان مدل ورژن جدیدترش داره اتفاق میفته. اگر هنوز متوجه نشدید که کدوم سمت داریم میریم، ازتون خواهش می‌کنم چشاتون رو باز کنید. من خودم شخصا آماده پرواز، قلبی بزرگ، صاف نیمه صاف، البته میگم خب
سیاهی داره، نمیشه سیاهی نداشتیم. من سعی کردم سیاهی هم کمتر باشه، بدونم دارم چی کار میکنم در مسیر درستی باشم. حالا خب شاید به اون درجه کامل و خودشکوفایی نرسم و پرواز کنم یا پروازم بدم. بدبخ سگه از دست این مرد چی میکشه. و دیگه براتون بگم که خلاصه بعضی ها مو بینن و بعضی ها چشم. حالا بمونم که بعضی کلن اصلا مورم نمیبینن مقابلن. آزاده زندگی کنید، انسان بمونید و انسانانه زندگی کنید. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدارتون باشه.